درود بر شما همیهنان گرامی، امروز یک کوتاه میخواییم در مورد آقای امیر قاسمی و صحبتهای زننده و زشتشون و توهینهاشون به شاهنشاه کوروش بزرگ و مادر گرامیشون شهبانو ماندانا صحبت بکنیم. وقتی ویدیو رو برای من فرستادن انقدر این ویدیو مشمئز کننده بود، من یک ساعتی حالم بد بود که یک انسان چقدر میتونه پست باشه تا در مورد تاریخ خودش اینگونه بگه. و هر روی من سخنان آقای امیر قاسمی رو دسته بخش پخش میکنم و پاسخشو کوتاه خواهم داد و در ادامه، چون قبلا بهشون هشدار داده بودم خوشمزدگی بکنن، در باب خانواده ایشون و مادر گرامیشون خانم منصوره آبتین و شغل پدرشون سخنانی را خواهم گفت و من به قولم این دفعه عمل خواهم کرد و شغل پدرشون و مادر گرامیشون خانم منصوره آبتین را خواهم گفت. به هر روی من بخش سخن اول آقای امیر قاسمی رو بذارم و اینم من بهتون بگم، کسی که میاد جلوی دوربین خودش آماده میکنه چی بگه. هرچند افرادی همچون آقای امیر قاسمی که اینا دائم الخم هستن و اصلا هیچ وقت ارزشی برای بینندگانشون قائل نیستن، اینا خودشون آماده نمیکنن، ولی حداقل دو سه دقیقه اولو میدونن چی بگن تا پس از اون دو سه دقیقه اول دیگه هرچی تو دهنشون اومد جلوی دوربین بگن دیگه، هرچی پیش آید خوش آید دیگه میان برنامه میسازن و حرفاشون هم میفرستن. و واقعا متاسفم برای کسانی که برنامه های اینا رو دنبال میکنن و اگر ما هم نگاه میکنیم یا رصد میکنیم کارمون اینه، شما کارمون اینه تو دهن ایران ستیزان بزنیم. به هر روی در بخش اول سخنان آقای امیر قاسمی رو با هم نگاه میکنیم، زود برمیگردیم پاسخشو بدیم. اما یه خبر خوش دارم برات کیروش. خبر خوش اینه که مامان کوروش پیدا شد. کوروش دیگه کوروش خودمون، کوروش کبیر، همونی که بهش خیلی حال میکنیم و افتخار میکنیم، مامانش ماندانا جون پیدا شد و گفتن که ماندانا عزیز رو پیدا کردن. ماندانا هم توی میدونی دیگه همسر کمبوجیه بود که کوروش کبیر رو زاییده و ما همه ماندانا رو دوست داریم. ماندانا عزیز رو گفتن که در هکبتانه در همدان این مومیاییش پیدا شده. یعنی الان دیگه ما قبول کردیم که خب ما هم از که 2500 سال دیگه رو شاخشه، یعنی ما 2500 سال قدمت داریم، خیلی ها بیشتر 2500 داریم، 2500 سال. یعنی گفتن که تازه ماندانا جان حدود 500 خورده سال قبل از میلاد مسیح به دنیا آمده بوده. و خب شما میبینید که آقای امیر قاسمی با چه لفظ زننده‌ای شهبانو ماندانا رو با واژه جون خطاب میکنه، شاهنشاه کوروش رو چگونه خطاب میکنه و میگه کوروش خودمون. آخه آقای امیر قاسمی، شما خودت چگونه ایرانی میدونی که مثلا میگی کوروش خودمون؟ واقعا شرم‌آوره. و چه عقده و حقارتی داره نسبت به تاریخ ایران و میگه که آره بس 2500 سال دیگه رو شاخشه. آقای امیر قاسمی، شما آخه نمیدونی در جیروف چه آثار باستانی پیدا شده؟ ما تاریخمون یک تاریخ 20000 ساله و حتی تاریخ 40000 ساله داریم، اینها اسنادش در اومده باستان. بعدش اصلا ارزش اینو نداری من بخوام اینجا بیام آکادمیک پاسخت بدم؟ مردک، واقعا متاسفم که شماها به زبان ما سخن میگید و خودتون ایرانی میدونید. من واقعا به عنوان یک ایرانی بودن برائت میجویم از افرادی همچون تو. و آقای امیر قاسمی، یادت باشه وقتی که میای اینگونه شهبانوی ایرانو با واژه جون خطاب میکنی و خیلی زننده برمیگردی میگی شهبانو کوروش بزرگ، شاهنشاه کوروش رو زایید، این واقعا ادبیات سخیف رو میادی جلوی تلویزیون. بعد انتظار داشته باشی بعدن مردم ایران هم برگردن مثلا به مادر شما بگن منصور جون؟ یا بعد این انتظار داشته باشی که البته تا یه حدودی هم حقیقت داره که برگردن بهتون بگن مثلا منصور جون شما رو تو پس کوچه پس کوچه های اون اتاقایی که حالا در ادامه خواهم گمال شیخ‌های عرب بود شما رو پس انداخته؟ اینا رو بعد انتظار داشته باشی. در شأن برنامه من نیست که من بدین رو بگم، ولی اینا رو ملت ایران دارن الان تو کامنتا بهت میگن. خودتون باعث میشید که این ادبیات سخیف در جامعه گسترش پیدا کنه وقتی که به بزرگان ما توهین میکنید آقای امیر قاسمی. به هر روی ایشون در این بخش حرفاشو با تمسخر بیان میکنه و در ادامه یادش میده که برگشت گفت مثلا شاهزاده کمبوجیه با شهبانو ماندانا ازدواج میکنه و حاصل این ازدواج
شاهنشاه کوروش بزرگ است و در ادامه برای که مثلا تاریخ ایران رو تخریب بکنه و بگه که آره ما هم به مانند پیامبر زنباره اسلام با دختران 6 ساله ازدواج میکردیم، یه حرفی رو میزنه که یادش میره و به اشتباهی برمیگرده میگه شاهنشاه کوروش مثلا در سن 22 سالگی با مادر خودش که مادرش در اون زمان 7 ساله بوده ازدواج کرد. این بخش رو ببینیم تا پاسخش رو بدیم. اینها بر روی حساب و کتابی کردن در اون زمان هم مثل که کوروش ما با دوشیزگان علاقه داشته، یعنی به سن قانونی نرسیده بودی که وقتی باندانا زن کوروش شده تو محاسبات حساب کردن ها، بعد گفتن که باندانا همچین بچه سال بوده که زن کوروشون شده بوده و خب اینم قصه جالبیه. پس در اون زمان هم بله بله شما اینجا میبینید که این انقدر اینا تو دائم الخمرن، در اول برنامه گفتم اینا همیشه در فاحشه خونه، یعنی شغل پدرش بوده. من اینو به خدا برای توهین، یعنی که ایشون مثلا به شاهنشاه کوروش توهین کرده یا شهربانو، نمیگم، شغل پدرش به راستی بوده و در ادامه با ریز جزئیات خواهم گفت و دلیلش هم میگم چرا این گونه بوده. ولی اینا چون همیشه در این جور مکان‌ها، شما میبینید که ایشون همش در کنار 4 تا مطرب و مشروب و همیشه دائم الخمرن دیگه، حالیشون نیست چی دارن میگن. یادش رفتش که بابا نمیشه یک پسر در سن 22 سالگی با مادر 7 ساله خودش ازدواج کنه. یه حرف چرندی داره میزنه. به هر روی اینو میزنم رو حساب مسیر و رو حساب گوش درازی کسایی که پشت دوربین دارن کمکت میکنن، که مثل خودت اونام تو فاحشه خونه ها ولو هستن و حالیشون نیست که برنامه سازی متدش چیه، چه کاری باید انجام بدیش. همینجوری یلخی عمر برنامه ساختید بدون سند و مدرک، کاری ندارم. اما ایشون هدفش اصلا از بیان این گفته چیه؟ اینه که میخواد بگه که آره فقط در اسلام و پیامبر کثیف خودشون نبوده که با دختر 6 ساله ازدواج میشده، در ایران باستان هم این گونه بوده. من اینو بهتون بگم، با وجود اینکه در ایران باستان مسئله اجتماعی به مسئله الان، شما نگاه کنید همین الان مثلا این همه مسئله اجتماعی هست، همین امیر قاسمی خدا میدونه روزی چند تا از این کثافتکاری ها میکنن و خیلی هم در لس آنجلس دیدن راپورتشون رو دادن، ولی چون شخصیه و خب علایق جنسی شخصیشون به ما مربوط نیست. اما مسئله ای که وجود داره اینه که ما در ایران باستان برعکس جوامع دیگه که به مانند امروز مسئله اجتماعی و اخلاق اجتماعی مد نبوده و قانونمند نبوده، ما قانونمند بودیم. ما تک همسری داشتیم در ایران باستان آقای امیر قاسمی. و چون تو ارزش اینا نداری آکادمیک به پاسخ بدم، این بخش با بینندگان هم میخوام بگم که شاهنشاه کوروش بزرگ به قدری انسان بودن، زمانی که پادشاه آسور گبریاس زیر قرارداد خودش با دولت آستیاک پدر بزرگ کوروش میزنه، کوروش بزرگ در 18 سالگی مأموریت پیدا میکنه که به آسور حمله کنه بابت اینکه زیر قراردادشون زدن، و در عرض چند ساعت وقتی که آسور رو میتونه بگیره و پادشاه آسور گبریاس رو شکست بده، گبریاس دختر 18 ساله خودش رو به کوروش پیشنهاد میکنه و کوروش لبخندی میزنه میگه ما اهل اینجور کارا نیستیم و دست به دختر گبریاس نمیزنه، و چون میدونسته یکی از فرمانده های آسور از دختر گبریاس خوشش میاد، مثلا میگه که دختر اگه با ایشون ازدواج کنه من حتی مثلا شاد باش و کادوی عروسی خوبی هم در نظر میگیرم و میدم. اینا رو بعد برید بخونید. میگم ما تاریخمون رو چون خوب نمیدونیم، هر بی سر و پای مثل امیر قاسمی میتونه بیاد یه چیزی بگه، بعد تاریخمون رو ریز بدونیم. و آقای امیر قاسمی، اینجا رو باز میخوام به شما بگم، کوروش بزرگ به قدری انسان بودن، زمانی که در سن 22 سالگی با پادشاه، با فرماندار، ببخشید گفتم پادشاه، با فرماندار شوش در مبارزه هستن و فرماندار شوش آبراداتاس فرار میکنه، در جنگ شکست میخوره و همسرش گیر ارتش هخامنشی میفته و همسر ایشون به نام پانتا، زیباترین زن آسیا میگن بوده، کوروش بزرگ دست به پانتا نمیزنه و به پانتا میگه که شما اینجا در امنیت کامل هستی تا اینکه همسرتون برگرده، و آبراتاتاس وقتی که این خبر رو میشنوه به قدری تحت تاثیر قرار میگیره، بر میگرده به زانوی کوروش بزرگ میفته و به شرافت کوروش قسم میخوره که جانش رو برای کوروش خواهد داد، که چون اون موقع مد بوده هر لشکری که شکست میخورده همسرش رو به عنوان غنیمت میبردن، ولی کوروش بزرگ این کارو نمیکنه. فرهنگ و تاریخ ما این بوده آقای امیر قاسمی که توی بی سر و پای بگذریم، یعنی واقعا آدم خیلی ناراحت میشه، ولی توی بی سر و پا میای بهش توهین میکنی.
و آبراتاتاس بهت بگم در جنگ با فکر کنم لیدیه بود، وقتی که تیری داره به کوروش بزرگ میخوره خودشو پرت میکنه جلوی تیر و کشته میشه و پانتئام جلوی قبر آبراتاتاس حالا خودکشی میکنه و داستانش حالا نمیخوام بگم. کوروش بزرگ ما اینگونه بوده. اون وقت توی بی سر و پا شاهنشاه کوروش رو مسخره میکنی؟ شاهنشاه کوروش تنها یک بار ازدواج کرد، اونم با کاساندان بود. اون وقت توی بی سر و پا میای میگی آخ کوروش ما، خجالت نمیکشی، شرم نمیکنی. و در بخش بعدی آقای امیرقاسمی خودشون اذعان دارن که ما به تاریخمون خیلی اهمیت میدیم و با وجودی که ایشون آگاه هستن ما به تاریخمون خیلی اهمیت میدیم، باز توهین میکنن. این بخش رو نگاه کنید. ما ایرانی ها به تاریخ خودمون خیلی احترام میذاریم، خیلی علاقه داریم. خب بله، این مردک میگه که آره ما به تاریخمون خیلی اهمیت میدیم. پس میدونی به تاریخمون خیلی اهمیت. خیلی جالبه، زمانهایی که به اسلام مثلا خیلی ها میان نقد میکردن یا اینکه در تلویزیون های دیگه، ایشون بارها نشسته بود میگفت من نمیفهمم چرا باید مثلا ما به اعتقاد مذهبی مردم توهین کنیم، من نمیفهمم. یا اینکه زمانی که تیم رودست اومد با ریز جزئیات و با سند کسافتکاری های افرادی همچون شجریان و داریوش رو بیان کرد تا ملت ایران آگاه بشن، همین مردک اومد نشست جلوی دوربین گفتش که آره اینا اومدن میخوان آمال ملت رو چیز کنن، جریه دار کنن، آمال افراد رو بهش که واژه آمال هم یاد گرفته بود، هی میگفت آره اینا میخوان باورهای مردم رو خراب کنن. چطور مردی که آشغال، تو یه بیشرف که میدونی که ما به تاریخمون خیلی اهمیت میدیم، تو به خودت اجازه میدی تاریخ ایران رو مسخره کنی، توهین کنی، به شهبانوی ایران جون جون بگی؟ اون وقت در مورد چهار تا مطرب و اون پیامبر اسلام و اینا که میرسه میگی آی نباید به اعتقادات توهین بشه؟ فقط وقتی میخوایم به تاریخ خودمون توهین کنیم آزادید، هر غلطی دلتون میخواد میکنید. افرادی ممانند تو که الان آشغالای دیگه هم هستن، مثل شاهین نجفی، مثل یغما گل رویی، کلا این تیپ آدمای مطرب دائم الخمر بی وجود، شماهایید که به شاهنشاه کوروش توهین میکنید. یعنی تیپتون ایناست. کسانی هم مثل از شاهین نجفی و یغما گل رویی و از توی بی سر و پا حمایت میکنن، تیپاتونن دیگه، که یک ذره معرفت ندارید که تاریخ کشور ما چه پروباهته. اون وقت از چهار تا امام تازی فلان فلان شده حمایت میکنید، از چهار تا مطرب حمایت میکنی، ولی به تاریختون میرسه مهم نیست، میشه توهین کرد. چطور اون موقع نمیشه؟ بگذاریم. من آقای امیرقاسمی میخواستم، یعنی گفته بودم که اگه توهین بکنی به تاریخ کشورمون بگم. پدر شما در بخش تشریفات بودن و من یه چیزی رو برای هممیهنانمون بگم. همین امروز تشریفات یعنی چی؟ همین امروز دیپلمات‌های کشورهای دیگه به کشور دیگری میرون، تشریفاتی رو دارن، مأمور تشریفات امنیتی، مأمور امنیتی براشون قرار میدن که این تو کار تشریفاته. و مأمور امنیتی در بخش تشریفات کارش چیه؟ کارش اینه که اون دیپلمات رو سرخوش نگه داره، بهترین هتل ببرتش، در هتل براش رقص جور بکنه، ببخشید خانوم بیاره، حتی مشروب بیاره، مشروبش حواسش باشه، تو مشروبش مثلا سمی چیزی نریخته باشن، چیز خورش نکنن. خانومایی که براش میاره مطمئن باشین این خانوما از نظر امنیتی تایید شده هستن. کارشون اینه. حالا به درست یا غلط، همین امروز در تمامی کشورها این کار انجام میشه، یعنی چیزی نیستش که غیر من. پدر آقای امیرقاسمی شغلشون این بوده و زمانی که اون موقع زمانی بود که خیلی شیخ‌های عرب به ایران میومدن برای مذاکره با شاهنشاه کوروش بزرگ، پدر ایشون کارشون این بوده که در هتل ها از اینا مراقبت کنه، مراقب مشروبشون باشه، خانمایی که براشون میاره حواسشون باشه، مراسم های رقصی که برای همه ایشون هم خیلی با خواننده ها جور هستن از اون زمان. خواننده ها چون اولا خانم های خواننده ایرانی که قدیمی هستن همگی پدر ایشونو میشناسن، چیزی نیست که من الان مثلا بخوام ناراحت شده باشم که ایشون به شاهنشاه کوروش یا شهبانو ماندانا توهین کرده باشه بیام اینا رو مثلا همین جوری بگم. نه، اینا همه با سند، و اگر لازم بشه من واقعا خواهش میکنم از چند تن از خوانندگان خانوممون که بیان همه اینا رو بیان بکنن تا واقعا چهره کریه اینا مشخص بشه کی هستن. و در اون زمان مادر آقای امیرقاسمی بانو منصوره آبتین، ایشون هم همکاری میکردن با پدرشون. به هر حال آقای امیرقاسمی تو این فضا بزرگ شده،
شاید یه جای شیخ عربی ناراحت بوده از مثلا دست پدر ایشون، مادرشون خانم منصور آبتین میرفته ایشونو مثلا بالاخره باهاشون صحبت میکرده، آرومشون میکرده. من که دقیقاً نمیدونم دقیقاً چه اتفاقاتی افتاده، ولی به هر حال رفت و آمد بین پدر ایشون با شیخ‌های عرب حتی خب بالاخره یه دوستی ایجاد میشه و مادر ایشون در حوزه خلیج فارس هم میرفتن به دیدار این خلفای عرب و اینا. به هر حال اینا یه چیزای طبیعی بوده و آقای امیرقاسمی در این فضا بزرگ شده که میتونه این حرفا رو بزنه. آقای امیرقاسمی بار دیگه په خانواده خودتو بزرگ نکن. خانواده شما فراتر از کار تشریفات نبودن و شما هم همون کارو دارید. و مادر گرامی شما خانم منصوره آبتینم به هر حال تو همین شغل بوده. و اینو بعد انتظار داشته باشی وقتی که به دروغ تو میای در مورد شهبانو ماندنا دروغ میگی و میگی در سن خردسالی مثلا با کسی ازدواج کرده با پسر خودش، و زمانی که تمسخر میکنی به ناحق بعد اینو پروانه بدی به ملت ایران که مادر شما رو با واژه جون خطاب میگن منصور جون مثلا، یا پدرتون میگن آق میرزا قاسمی. اینا میدونی وقتی آدم باد میکاره طوفان درو میکنه. آقای امیر قاسمی نکنید، من اینا دارم به همه ایران ستیزان میگم، نکنید. چون به ایران سایه ما خطوط قرمزی برای خودمون تو این برنامه قائل نیستیم. و بترسید از خشم میهن پرستان. میهن پرستان اگر در میدان جدی باهاتون وارد بشن نفس نمیتونید بکشید، براتون فضا رو تنگ خواهند کرد، کاری باهاتون خواهند کرد، به گریه بیافتید. همین آقای امیر قاسمی چوبشو از ما خورده، چند وقت پیش یه شکایتی کرد که روشو کم کردیم، ویدیومون هم الان در یوتیوب هست. آقای امیر قاسمی نکنید این کارو. توهین به تاریخ کشور. شما برید به همون شغل پدرتون بپردازید که سالها دارید از همون شغل هم نون میخورید. نکنید که مادرتون هم خب فوت کرده، نکنید. چرا ما باید بیایم الان؟ بالاخره حالا مادرتون هر کاری میکرده یا نمیکرد، یعنی میکرده، یعنی ما مطمئنیم که میکرده، چرا الان ما باید بیایم جلو دوربین افشا کنیم به خاطر پسرش مثلا این کارا رو داره میگه، این حرفا رو میزنه؟ به همون مطربگری برس عزیزم. چی کار داری چند وقته میای در مورد دفاع میکنی از داریوش، بعد میای چنن میگی، بعد میای الانم به شاهنشاه کوروش توهین میکنی؟ برا سرتون رو درد نمیارم عزیزان. اینم پاسخ آقای امیر قاسمی، این هشدار جدی به همه اینان ستیزان، جمله آقای یغما، آقای شاهین نجفی که واقعا موندم خاک بر سر ملتی که شاهین نجفی میشه خواننده‌اش، که میاد این گونه به تاریخ کشور ما توهین میکنه. به همه اینا داریم هشدار میدیم. ما خطوط قرمزی برامون قائل نیست. توهین کنید به تاریخ کشورمون، ریز زندگیاتونو در میاریم. ما تواناییشو داریم، ریز زندگیتونو در بیاریم، شهامتش هم داریم، جلوی دورمین هم میایم میگیم، خودمونم برای هر دادگاهی آماده کردیم. بچرخید تا بچرخیم تا ببینیم که بالاخره ما میهن پرستان که درد وطن داریم ما پیروز هستیم، یا چهار تا شما جوجه مطربایی که همش توی فاحش خونه ها ولو هستید، آماراتون رو ریز داریم. آقای شاهین نجفی میدونیم چه کثافتایی هستید. آقای امیر قاسمی آماراتون رو ریز، بچه ها همه تو لس آنجلس آماراتون رو دارن به ما میدن، چون دیگه خیلی خصوصیه. ما تا جایی که بشه نمیخوایم مسئله خصوصی رو جلوی دوربین رو دست بیان بکنیم، ولی اگر لازم باشه خطوط قرمز دیگه برای خودمون نخواهیم شناخت. به هر حال از هم میهنان گرامی سپاسگزاری میکنم، این سخنان شنیدم. در برابر ایران ستیزی آقای امیر قاسمی سکوت نکنید، اعتراضاتتون رو انجام بدید با پخش این برنامه. و یادتون باشه ایران بزرگ آرمان بزرگ میخواد. آینده ایران بدون.